سلام به شما دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه رسیدیم به لسن 2A از کتاب American English File 1 Edition سوم ویرایش سوممون عنوان درس رو میبینید Are you neat or messy? Are you neat or messy? خب به تصاویر نگاه کنیم معنی کلمه های نیت و مسی رو متوجه میشیم This is a neat room A neat روم اینجا یک اتاق چیه؟ تمیز و مرتبه پس کلمه نیت به معنی تمیز و مرتب هستش A neat room یک اتاق تمیز تصویر بعدی رو ببینیم خب It's a messy room It's a messy room یک اتاق شلوغ پلوغ و به هم ریخته است بنابراین کلمه مسی متضاد کلمه نیت هستش و به معنی نامرتب و آشفته و به هم ریخته است تصویر اولی میبینید تصویر یک خانوم هم کنار هست ویرجینیا وولف مدرنیست رایدر 1882-1941 این تصویر اتاق این خانم هستش مدرنیست رایدر یک نویسنده مدرنگرا هستش که بین سالهای 1882 تا 1941 زندگی می کرده مادرنیست رایدر شکل خوندن سالها رو هم حتما یادتون هست 1882 1941 و اما تصویر بعدی تصویر اتاق آقای ایان رنکین هستش ایان رنکین کیه؟ کرایم رایدر نویسنده جنایی هستش 1960 متولد سال 1960 و تا این لحظه هم همچنان زنده هست خب پس تفاوت بین نیت روم و مسی روم رو متوجه شدیم پس عنوان درس ما هم داره همین رو میپرسه Are you neat or messy؟ میگه آیا شما نیت تمیز و مرتبید یا مسی؟ نامرتب و به هم ریخته هستید. پاسخ میتونه طبیعتاً باشه I am neat یا I am messy. بسیار عالی. بریم سراغ صفحه بعدمون. Part 1 Vocabulary Things میخواد در مورد اشیا در مورد چیزها صحبت کنه. توی قسمت A میگه Look at the photos of the two rooms به تصاویر این دوتا اتاق نگاه کنید. Are you neat or messy? آیا شما تمیز و مرتبید یا به هم ریخته و نامرتب؟ خب طبیعتاً باید اینو پاسخ بدیم. I am neat. I am very neat. I am messy. I am very messy. یا اگرم که خیلی وقتا زبان آموزا میگن بستگی به شرایط داره و گاهی اوقات تمیز و مرتب و گاهی اوقات هم نامرتب میتونیم بگیم it depends it depends I am sometimes neat and sometimes messy گاهی وقتا مرتبم گاهی وقتا هم نامرتبم پس این پاسخ هایی هستش که شما میتونید برای این سوال بدید و طبیعتا باید از این پاسخ ها استفاده کنید تمرین کنید تا اونها رو به درستی یاد بگیرید میگه with a partner توی قسمت B can you name وان to 10 in the two photos میگه توی این تصاویری که اینجا داریم نام ببرید این چیزهایی که توی تصویر هستند فیلم رو هم اینجا نگه دارید نام ببرید بعد از اون فیلم رو پلی کنید و پاسخهای من رو گوش کنید و دقت کنید که حتما نام بردنتون در قالب جمله باشه تا جمله سازی رو هم بتونیم با هم دیگه تمرین کنیم یعنی فقط تک کلمه رو استفاده نکنیم اوکی نمبر وان ایتس ا دور نمبر تو ایتس ا لامپ نمبر It's a folder. Number four. They're glasses. Number five. It's a chair. Tazviri badi. Number six. It's a laptop. Number seven. It's a window. Number eight. They are pictures. یا میتونیم بگیم It is a picture. Number nine. It's a table. و number ten. It's a newspaper. بسیار خوب. پس این قسمت رو هم با هم دیگه بررسی کردیم. میتونید یه بار دیگه این قسمت رو گوش کنید. و همراه من جملات رو تکرار کنید تا دیگه مطمئن بشید همه رو یاد گرفتید توی قسمت سی از ما میخواید بریم به صفحه 151 صفحه 151 تا در مورد اشیا کلمه های بهتری رو یاد بگیریم اوکی؟ بریم صفحه 151 2.1 Things 15 A bag, five a calendar, twenty four a change purse, nine a charger, one a coin, twenty one a credit card, twenty three. A dictionary, two, a file, a binder, four, glasses, twenty two, headphones, thirteen, an ID card, eleven, a key. Twenty nine. A lamp. Three. A laptop. Seventeen. A magazine. Fourteen. A newspaper. Thirty. A notebook. Twenty six. A pen. Sixteen a pencil, twelve a phone, eight a photo, twenty a piece of paper, nineteen scissors, twenty eight sunglasses. Twenty five, a tablet. Twenty seven, a ticket. Seven, a tissue. Ten, an umbrella. Six, a wallet. Eighteen, a watch. بسیار خب کلمه ها رو با هم دیگه شنیدیم و حالا یه مرور سطحی و سری با هم دیگه انجام میدیم اما قطعا شما باید بعدا روی اینها زمان بیشتری بگذارید و در موردشون حتما جمله بسازید و سعی کنید اونها رو توی مکالمه استفاده کنید نمبر وان ایتس ا کوین میتونید جملات رو با من تکرار کنید ایتس ا کوین نمبر تو ایتس ا یا It's a binder به این مدل پوشه هایی که داخلش گیره داره میگیم فایل یا بایندر حالا ما توی زبان فارسی میتونیم بگیم دفتر کلاسوری یا زونکن حتی ولی خب باید بدونیم که هم بهش کلمه فایل رو میتونیم بگیم و هم بگیم بایندر نمبر 3 It's a laptop It's a laptop Number four. They are glasses. They are glasses. شاید تعجب کنید چرا میگم glasses چرا از زمیر فاعلی جمع براش استفاده میکنم نکتش این پایین صفحه هست اینو بهتون بگم کامل متوجه میشید ببینید گفته که plural nouns اسمای جمع some words for things are always plural میگه بعضی کلمه ها برای اشیا همیشه جمع هستن For example Glasses مثلا عینک همیشه جمعه Headphones هدفون Headphone. همیشه به صورت جمع میاد Scissors قیچی همیشه به صورت جمع میاد Don't use a or an with plural nouns با اسم هایی که جمع هستن ا و ان نباید استفاده بشه مثلا نمیتونیم بگیم a glasses نمیتونیم بگیم a headphones به طور کلی اون چیزهایی که دو قسمتی هستند جفتی هستند ما توی زبان انگلیسی اونها رو جمع میبندیم مثلا همینجا داریم دیگه glasses از دو قسمت تشکیل شده headphones دو قسمتی هستش scissors قیچی باز هم دو قسمت داره همه اینها به صورت جمع استفاده میشن بنابراین ما اینجا برای شماره چهار اگر بخوایم جمله بسازیم باید بگیم they are glasses نباید بگیم it is a glass کاملا اشتباه number 5 it's a calendar it's a calendar calendar به معنی تقویم هستش number 6 it's a wallet It's a wallet. کیف پول مردانه رو میگیم wallet. دیدید که توی بحث ارزهای دیجیتال هم از کلمه wallet یا کیف پول زیاد استفاده میشه. Number seven. It's a tissue. It's a tissue. دستمال کاغذی. Number eight. It's a picture. It's a picture. یک عکس، یک تصویره. Number nine, it's a charger, it's a charger. Number 10, it's an umbrella, it's an umbrella. Number 11, it's a key, it's a key. Key nista, key hastesh. Tarafooze sahihesh hast, key. خیلی ها این رو کی تلفظ میکنن این اشتباه نمبر 12 ایتس ا سل فون نمبر 13 ایتس ان آی دی کارد آی دی کارد ایتس ان آی دی کارد کارت شناسایی هستش نمبر 14 ایتس ا نیوزپیپر نمبر 15 ایتس ا بگ Number 16 it's a pencil. Number 17 it's a magazine. یه مجله است. Number 18 it's a watch. ساعت مچی. Number 19 چی باید بگیم؟ باید بگیم it's a scissors نه اشتباهه؟ باید بگیم they are scissors. نمبر 20 It's a piece of paper. It's a piece of یعنی یک yani قطعه، یک تیکه. It's a piece of paper یعنی یک تیکه کاغذه. نمبر 21. It's a credit card. Credit یعنی yani اعتبار. Credit card یعنی کارت اعتباری. نمبر 22. Their headphones. Their headphones. number 23 it's a dictionary it's a dictionary number 24 it's a change purse it's a change purse پرس به کیفه کوچیکی میگن که خانوما با خودشون هم میکنن چنج پرس change به معنی پول خورده. پس change پرس اون کیف کوچیکی میشه که خانوما حالا کلیدشون یا ممکنه پول خود رو یا کارت هاشون رو داخلش قرار میدن پس باید میگیم change purse number 25 it's a tablet number 26 it's a pen number 27 it's a ticket ticket به معنی یه بلیت هستش number 28 their sunglasses Glasses به معنی عینک عادی و sunglasses به معنی عینک آفتابی They are sunglasses بازم جفته حواسمون باید بهش باشه Number 29 It's a lamp Number 30 It's a notebook یه دونه دفتره بسیار خوب توی قسمت پایین به شما گفته که حتما حتما با پارتنرتون سوال و جواب انجام بدید و بپرسید که مثلا What is it? این چیه؟ و پارتنرتون جواب بده It's a watch یا بپرسید What are they? اونا چیه؟ Their glasses مثلا اونا عینک هستش پس یه مرور خیلی کلی به این صورت با هم دیگه داشته باشیم مثلا من میپرسم What is it? تقویم What is it? جواب بدید Uh -huh, it's a calendar. It's a calendar. Number seven, what is it? bedid. it's a tissue. Number eleven, what is it? Jawab. it's a key. Number ten. What is it? It's an umbrella. Now begin a umbrella. an umbrella number 4 what are they خوب دقت کنید what are they پاسخ their glasses number 19 what are they their scissors number 20 what is it aha uh -huh, it's a piece of paper بسیار عالی Number 21. What is it? It's a credit card. Ali. Number 22. What are they? Pasok. They're headphones. Number 24. What is it? It's a change purse. Number 27. What is it? It's a ticket. بسیار عالی پس این یه مروری هم بود که با هم دیگه داشتیم روی این کلمه ها حتما حتما این قسمت رو یه بار دیگه تماشا کنید چون کلمه های بسیار کاربردی تو این قسمت به شما آموزش داده کتاب و توی گفتگوهای روزمره و در محل کار در منزل از این کلمه ها میتونید خیلی خیلی خوب استفاده کنید و قطعا توی تقویت مکالمتون موثره برگردیم بریم پیج 16 Okay. قسمت بعدی ما part 2 Grammar میگه singular and plural nouns اسم های مفرد و جمع کلمه میگه یعنی مفرد دیدید کلمه سینگل رو ما توی حتی زبان فارسی هم استفاده میکنیم پس singular nouns اسم های مفرد plural nouns اسم های جمع. قسمت A میگه complete the chart Why is it a pen but an umbrella؟ به این چارت رو کامل کنید ازتون سوال پرسیده چرا میگیم اپن و چرا همزمان میگیم ان آمبرلا چرا قبل از پن ا میاد و قبل از آمبرلا ان استفاده میشه بسیار عالی یه نگاه به چارت بندازید در حد چند ثانیه و سعی کنید که قسمت های مختلفش رو تکمیل کنید و بعدش من پاسخ رو بهتون خواهم گفت سمت چپمون سینگولار مفردا هستند و سمت راست پلورال جمع ها هستن هستند اپن یه دونه خودکار تو پنز دو تا خودکار ان امبرلا ان امبرلا یه دونه چتر تو امبرلاز دو تا چتر بگید a watch یه ساعت two watches دو تا ساعت بگید به من a dictionary two dictionaries یه دیکشنری یه فرهنگ لغت دو تا فرهنگ لغت پس نکته که اینجا وجود داره در کنار اون سوالی که از ما پرسید اینه که چرا بعضی اسم ها باید قبلش ا استفاده کنیم و چرا برای بعضی ها باید ان استفاده کنیم چرا توی بعضی از جمع هامون با اضافه کردن یه دونه اس ما اون کلمه رو جمع میبندیم اما چرا توی بعضی از کلماتمون باید ای اس اضافه بشه چرا بعضی جاها مثل کلمه دیکشنری اون حرف Y حذف شد و به جاش IES اضافه شد این پاسخ رو میتونید توی قسمت گرامر متوجه بشید بریم با هم دیگه سراغ قسمت گرامرمون تو همه این توضیحات رو بهتون بدم اومدیم سراغ قسمت گرامرمون دیگه نیاز نیست بریم انتهای کتاب من تمام نکاتش رو اینجا خدمتون میگم و میتونید با خیال راحت تماشا کنید و ازش استفاده کنید و لذت ببرید اولین نکته ای که اینجا گفته شده این هستش که اسم های مفرد ما قبلشون از ای یا ان استفاده می فقط اسم که مفرد هستند. ببینید سنگیولار اسم های مفرد مثلا it's a book یا it's an apple حالا طبق اون چیزی که توی کتاب گفت چرا بعضی اسم ها قبلشون ا استفاده میشه و بعضی ها ان میگیرند ببینید یه سری حروف داریم توی زبان انگلیسی که بهشون میگیم vowels پنج تا حرف A, E, I, O و U هستند به اینا میگیم vowels یا حروف صدادار اینو حتما حتما یادداشت کنید چون خیلی با این سر و کار دارید وولز یا حروف صدادار زمانی که ابتدای کلمه یکی از این حروف باشه شما باید در قبل اون کلمه از ان استفاده کنید مثال زدم براتون برای هر کدوم از این حروف ابکس یعنی چورتکه ما اگر بخوایم بگیم ابکس باید بگیم ان ابکس اینجا کلمه های جدیدی رو استفاده کردم یعنی سعی کردم کلمات براتون جدید تر باشه تا در کنار حالا یادگیری گرامر بتونید چند تا لغت هم یاد بگیرید پس کلمه ابکس یعنی چرتکه ببینید earthquake earthquake یعنی زلزله ببینید اولش ا داره باید بگیم an earthquake یه زلزله iPad iPad اولش آی داره اور اور به معنی پارو یا پارو زدن هستش حتما یادداشت کنید اولش او داره پس باید بگیم an hour an hour update update به روز رسانی باید بگیم an update". یک به روز رسانی an update". حالا نکته ای که وجود داره چیه؟ زمانی این حروف به عنوان حروف صدادار برای ما قابل قبول هستند که این صداها رو بدن ا او آ ای او ما اینها رو توی زبان فارسی هم داریم بهشون میگیم حروف مصوت پس زمانی که این صداها رو بدن برای ما به عنوان وولز یا حروف صدادار استفاده میشن و ما میتونیم قبل از اونها از ان استفاده کنیم ببینید یه زمانی هست که شما ابتدای کلمه حرف صدادار دارید مثل کلمه یونیورسیدی حرف یو جزو اون تا حرف صدادار بود اما ما برای کلمه یونیورسیتی نمیگیم ان University میگیم A University چرا؟ چون حرف Uی که در ابتدای این کلمه وجود داره صدای ا او a ای او نمیده صدای U میده بنابراین U جزو اون صداهایی که حروف صدادار تولید میکنن نیست پس باید بگیم A University یا مثلا کلمه یورو سمت راست میبینید یورو به معنی همون یورو واحد پول اروپا هستش اولش حرف ای رو داریم حرف ای جزو حروف صدا داره اما ما اینجا در ابتدای کلمه چه صدایی رو تولید میکنیم؟ میگیم یورو یعنی اون صداهای ا او آ او ا, 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 ا رو نداریم بنابراین نمیتونیم بگیم ان یورو باید بگیم ای یورو پس نکته مهم اینه شما زمانی که حروف صدادار رو میبینید باید اون کلمه رو تلفظ کنید تا متوجه بشید که آیا این حرف صداداری که ابتدای کلمه قرار گرفته صدای اون او آی رو میده یا نه اگر اینطور باشه خب طبیعتا قبلش ان استفاده میکنیم در غیر این صورت ا که اکثر وقتها همون صدای حروف صدادار تولید میشه نکته بعدی در مورد کلمات جمع هستش گفتیم بعضی وقتا با اضافه کردن اس بعضی وقتا ای اس و بعضی وقتا با آی ای اس کلمات رو جمع می‌بندیم داستان از این قراره که ما یه جدول داریم اینجا که این جدول خود کتاب هستش به ما گفته regular plurals یعنی جمع های با قاعده کلمه regular رو باید بدونید regular حتما یادداشت کنید یعنی با قاعده سه ست تا ستون داریم ستون اولیمون سینگولار کلمات مفرد ستون دوم پلورال کلمات جمع و ستون سوممون سپلینگ یعنی اون شکل نوشتاری کلمه رو برای ما آورده یه سری کلمه ها مثل ابوک یا اکی کی وقتی که میخوایم اونها رو جمع ببندیم فقط کافیه یه دونه اس به تای کلمه اضافه کنیم بوک book میشه بوکس کی key میشه کیز توی قسمت اسپلینگ هم میبینید فقط گفته add s یه دونه s اضافه کنیم قسمت دوم a watch یا a box زمانی که خواسته اینا رو جمع ببنده es اضافه کرده گفته watches یا boxes چه نکته ای رو اشاره کرده توی قسمت اسپلینگ میگه add es after ch, sh, s و x میگه زمانی که انتهای کلمهمون CH باشه SH باشه S و X باشه ما باید برای جمع بستن اون کلمه بهش ES اضافه کنیم و توی قسمت سوم Country Dictionary ببینید چه اتفاقی افتاده زمانی که جمع بسته اون حرف Y حذف شده و به جاش IES قرار گرفته countries dictionaries نکته اینجاست که توی قسمت اسپلینگ به ما گفته زمانی که یک کلمه داریم مثل کلمه country یا dictionary که در انتهاش حرف y وجود داره و قبل اون حرف y یه دونه حرف consonant استفاده میشه consonant یعنی حروف بی صدا. ما توی زبان فارسی میگیم حروف سامت یعنی تمام حروف الفبا به غیر از اون پنج تا حرف صدادار پنج تا حرف صدادار چیا بودن؟ A, E, I, O, U تمام حروف الفبای زبان انگلیسی به غیر از اینها میشن کانسننت پس زمانی که ما توی کلمهمون یه دونه کانسننت داریم که به وای ختم میشه اون کلمه برای جمع بستنش حرف وای رو حذف میکنیم و به جاش آی ای e. S رو قرار میدیم قسمت بعدیمون Irregular Plurals جمع های بیقاعده ببینید که دو تا ستون داریم Singular و Plural سمت چپ مفرد و سمت راست جمع A man یه مرد دیگه نمیگیم منز برای جمع بستنش میگیم من A woman یه خانم. برای جمع بستنش نمیگیم وومنز. میگیم ویمن. ویمن. به تلفظش هم دقت کنید a child یه بچه تلفظش رو خوب دقت کنید child چیلد نیست ا child برای جمع بستنش میگیم children children a person یک شخص خیلی وقتا بچه ها اینو اشتباه میکنن مثلا میخوان بگن اشخاص میگن persons در حالی که این اشتباهه a person یعنی یک شخص people people یعنی افراد اشخاص مردم پس ببینید اینها جمع های بیقاعده هستند نکته بعدی این که اون کلمه هایی که دو قسمتی هستند credit card washing machine ID card زمانی که میخوایم این کلمات رو جمع ببندیم باید به کلمه دومی اس جمع رو اضافه کنیم یعنی مثلا ما میخوایم بگیم credit کارد نباید برای جمع بستنش بگیم کردیت کارد باید بگیم credit کارد برای واشینگ مشین نباید بگیم واشینگ مشین این اشتباهه واشینگ مشین برای آیدی کارت هم به همین ترتیب کردیت کارت یادتون هست به من یک کارت اعتباری واشینگ میشین به معنی ماشین لباسشویی هست اگر نمیدونید حتما توی دفترچه لغتتون یادداشت کنید و آیدی کارت هم که معنی کارت شناسایی هستش نکته مهم بعدی در مورد حرف تعریف معین یا ده هستش حرف تعریف معین یا ده زمانی استفاده میشه که یک کلمه برای ما شناخته شده است خب این سوالیه که برای خیلی از بچه ها پیش میاد چرا ما د استفاده میکنیم برای اینکه اون چیزی که در موردش صحبت میکنیم برای ما مشخص و واضحه معلم میگه look at the blackboard به تخته نگاه کنید خب وقتی ما سر کلاس هستیم همه میدونیم منظور کدوم تخت است یا معلم به ما میگه answer the question answer the question پاسخ بده به سوال خب همه ای ما میدونیم کدوم سوال مد نظره همون سوالی که معلم در واقع از ما پرسیده یه مثال دیگه ببینید اگه من بگم open a window یعنی چی؟ یه پنجره رو باز کن اصلا پنجره خاصی مد نظرم نیست open a window یه دونه پنجره رو باز کن شما هر کدوم از این پنجره ها رو باز کنید اوکیه اما من اگر بگم sleep on the bed on the bed روی تخت بخواب وقتی میگم the bed یعنی اینکه این bed یا تخت خواب برای ما مشخصه ما میدونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم درست شد؟ پس تفاوت ای و ان قبل یک کلمه و د قبل یک کلمه این هست کلماتی که ما قبلشون ای و ان استفاده میکنیم برای ما نامشخصن، نامعینن مثلا میگیم there is a car in the street یه دونه ماشین تو خیابونه اما زمانی که ده استفاده میکنیم اون کلمه برای ما مشخص میشه میگیم the car is black اون ماشینه مشکیه یه بار دیگه این قسمت گرامر رو حتما یه مرور بکنید تا مطمئن بشید که نکاتش رو یاد گرفتید چون م... نکاتش در عین سادگی بسیار بسیار کاربردی و حیاتی هستند. بریم سراغ کتابمون رسیدیم به پارت 3 پرونانسییشن تلفظ حالا میخوایم ببینیم این اس یا ای اسی که در پایان کلمه قرار میگیره موقعی که اون کلمه رو جمع میبندیم چطور تلفظ میشه گفته listen to the words and sounds then listen and repeat گوش کنیم با هم دیگه ابتدا به این عبارت هایی که اینجا گفته شده و بعد من در موردش بهتون توضیح خواهم داد پس این قسمت رو هم گوش کنیم 2.3 Snake S Books Lamps Tickets Zebra Keys Pens Photos Is Glasses Change purses Watches همطور که میبینید زمانی که اس به آخر یه سری کلمه ها اضافه بشه مثل کلمه های ردیف اول صدای س خواهد داشت books lamps tickets به یه سری کلمه های دیگه وقتی اضافه بشه صدای ز خواهد داشت مثل keys pens photos و به یه سری کلمه های دیگه وقتی اضافه بشه صدای از خواهد داشت glasses change purses watches حالا یه نکته گفته به ما گفته که Final S or ES after nouns ending in CE E, C, H, G, E, S, E, S -H, S -S, and X is تلوز میشن For example, glasses, change process, watches خب داخل این باکس پس چی گفته؟ گفته زمانی که یک کلمه ای به CE ختم بشه زمان که به سی ای ختم بشه طبیعتا اون صدا صدای س هستش به سی ختم بشه که طبیعتا صدای چه داره به جی ای ختم بشه که طبیعتا صدای ج خواهد داشت اس ای که صدای س خواهد داشت اس که صدای ش خواهد داشت دابل اس که باز هم صدای س خواهد داشت و همینطور اکس که باز هم میبینید انتهای صداش س هستش این در واقع ای و اسی که اضافه میشه صدای از میگیره Glasses, Change Purses, Watches یه نکته خیلی خیلی مهم رو بگم هم در مورد این نکته و هم در مورد اون مطالبه که توی بخش گرامر گفته شد ببینید شما هیچ موقع نباید توی یادگیری زبان و در روند یادگیری زبان بشینید و نکته حفظ کنید بشینید و گرامر رو حفظ کنید و بعد بخواید به صورت آگاهانه یعنی با حساب کتاب از اون حفظیات خودتون استفاده کنید نه شما باید این نکات رو بدونید و بدونید همچین قانونی وجود داره اما برای اینکه بتونید اون رو توی صحبتاتون استفاده کنید باید انقدر تمرین کنید که اینها دیگه از اون قسمت در واقع دانسته های ذهن شما به صورت فعال در بیاد و ناخداگاه از اونها استفاده کنین مثل اینکه زمانی که ما داریم فارسی صحبت میکنیم اگر کسی از ما یه او بپرس فائل چی بود فعل چی بود متمم جملت چی بود ممکنه نتونیم پاسخ بدیم اما داریم همشون رو درست استفاده میکنیم و این به دلیل این هستش که اینها دیگه در زمین ناخداگاه ما جا گرفته و ما دیگه نیاز نیست که در مورد درست بودن یا نبودن گرامر زبان فارسی فکر کنیم پس اینها هم باید با تمرین زیاد با تکرار زیاد توی ذهن شما جا بگیرن انقدر کلمه های مختلف رو تکرار بکنید که دیگه اصلا ناخداگاه اون شکل صحیحش به زبونتون بیاد بوکس، کیز، glances. نیاز نباشه که فکر کنید بسیار قسمت B میگه read the rule همین قانون بالا میگه اینو بخونید رول یعنی قانون اگر نمیدونید تو دفترش لغت بنویسید circle the words where es is pronounced as listen and check میگه از بین این کلمه ها هایی که es انتهاشون یا اس انتهاشون صدای از میده رو انتخاب کنید و دورش خط بکشید یه نگاه بندازید بهشون فیلم رو همینجا نگه دارید و بعد از اون همراه من بیاید و پاسخ رو چک کنید بسیار خوب پاسخش رو با فایل صوتی با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم به چه صورته 2.4 1 classes. 2 Files three headphones four boxes five pieces six tissues seven pages eight phones بسیار خوب پس دیدیم که کلمه کلاسز صدای از داره و باید سرکل خط کشیده بشه فایلز فقط صدای ز داره هدفونز فقط صدای ز داره باکسز باز هم صدای از داریم باید سرکل خط بکشیم پیسز باید سرکل خط کشیده بشه تیشوز تیشوز فقط صدای ز داره هیچ مورد خاصی وجود نداره برای خط کشیدن pages بله باید خط بکشیم و phones به هیچ عنوان فقط صدای ز داره قسمت سی میگه look at the photos of the two rooms again what plural things can you see میگه به تصویری که توی صفحه قبل بهتون داده نگاه کنید و ببینید چه چیزهایی به صورت جمع هستن خب شماره یک مفرده شماره دومونم که سنگیولار مفرد نمبر 3 آها گفتیم فولدر فولدرز فولدرز آها بگید اینک چی میشد گلاسز درسته گلاسز تصویر بعدی نمبر 6 مفرد 7 مفرد 8 جمع هستش به من بگید آها پیکچرز پیکچرز نمبر 9 که باز هم مفرد و نمبر 10 نیوزپیپر که خب حالا اگر جمع باشه هم که میشه نیوزپیپرز ولی چیزی که تو اون عکس می‌بینید یه دونه روزنامه است بسیار خوب ب... بریم سراغ پارت 4 وکابولری اند سپیکینگ این، on و under میدونید که این سه تا کلمه در واقع لوکیشن یا موقعیت یک شیء رو میتونن نشون بدن این یعنی داخل آن یعنی روی و آندر هم که یعنی زیر Look at the photos complete the sentences with in, on or under به تصاویر نگاه کنید و جملات رو با این سه تا کلمه این آن و آندر کامل کنید جمله نمبر 1 the glasses are the glasses are کجای دفتر قرار گرفتن بگید به من on the notebook very good number 2 the credit cards are the wallet کجای کیف پولن داخلشن بنابراین باید بگیم in the wallet number 3 the bag is بگ کجایی که این میز قرار گرفته The bag is under the desk Very good پس شد uh, همراه من تکرار کنی جمله رو The glasses are on the notebook The credit cards are in the wallet The bag is under the desk Very well Number 5 Part 5 Listening Listen to three people The places they talk about one to three in the chart. Uh, باید اول گوش کنیم به سه تا شخص که دارن در مورد یه سری مسائلی صحبت میکنن و بعدش باید ما شماره گذاری کنیم به ترتیب و ببینیم که هر کدوم از این صحبت مربوط به چه چیزی هست یه نگاه بندازید مثلا uh, گفته این هر بگ آیا در مورد چیزهایی که توی کیفش هست داره صحبت میکنه on his desk آیا داره در مورد وسایلی که روی میزشه صحبت میکنه in her study in her study study میدونید یک کلمه یکی ما معمولا معنی رایجش به معنی مطالعه کردن رو تو ذهنمون داریم و ازش استفاده میکنیم اما باید بدونیم میتونه به عنوان اسم هم استفاده بشه و استادی میتونه به معنی اتاق مطالعه باشه خوب یا داره در مورد استادی یا اتاق مطالعه صحبت میکنه من فایل رو پلی میکنم شما علامت بذارید و چک بکنید به ترتیب شماره گذاری کنید 2.5 On my desk I have my computer I have some pens and pieces of paper I have a lamp and a photo of my family Oh and a phone It's very neat. Two. Okay. Number one. در مورد کدوم بود مهم. گفت که on my desk. On my desk. پس on his desk. قسمت دومی میشه number one. اول این شخص صحبت کرد. شماره دو رو گوش کنیم. In my study, I have a desk, a table, and two chairs. I have a lot of books and a big dictionary on the desk. It isn't very neat. And I have a map of the world on the wall. Very good. در مورد کدوم صحبت کرد؟ در مورد back یا study? huh, great. She talked about her study. گفت in my study. من مثلاً Three. I have a lot of things in my bag. I have my phone. I have the charger for my phone. I have my sunglasses, tissues, and I have my house keys and my change purse. Very well. و طبیعتا قسمت آخر هم که این هر بگ هستش داره در مورد وسایلی که داخل کیفش قرار گرفته صحبت میکنه توی قسمت B میگه listen again دوباره گوش کنید میدونید again یعنی دوباره Write what things the people have in each place. میگه بنویسید می توی این ردیف جلو که هر شخصی چه چیزهایی رو در اون مکان مورد نظر داره. حالا من یه بار دیگه فایل صوتی رو براتون پخش میکنم. این کار رو میتونید انجام بدید و بعد از اون پاسخش رو براتون قرار میدم و میتونید بر اساس اون پاسختون رو چک کنید. 2.5. On my desk, I have my computer. I have some pens and pieces of paper. I have a lamp and a photo of my family. Oh, and a phone. It's very neat. 2. In my study, I have a desk, a table, and two chairs. I have a lot of books and a big dictionary on the desk. It isn't very neat and I have a map of the world on the wall. 3 I have a lot of things in my bag. I have my phone, I have the charger for my phone, I have my sunglasses, tissues, and I have my house keys and my change purse. Hatman hatman gofte shod ro hatman بنویسید تا وقتی که جوابتون رو چک میکنید بتونید باش مقایسه کنید پس اگر متوجه نشدید دو یا سه بار دیگه به این قسمت گوش کنید اصلا عجله نکنید سریع از روی مطالب رد نشید با دقت یک بار دو بار سه بار گوش کنید و بعد از اون برید سراغ قسمت بعدی بسیار عالی خب همینطور که میبینید توی این قسمت پاسخ لیسنینگ رو براتون قرار دادم میتونید ببینید و چک بکنید با پاسخهایی که روی برگه کاغذ نوشتید اوکی okay. قسمت C هم که گفته talk to a partner about your bag desk or room say what things you have Is your desk or room neat or messy? باید این کار انجام بدید. Talk to a partner. با پارتنرتون صحبت کنید. در مورد چی? About your bag, desk or room. در مورد کیفتون, میزتون یا اتاقتون. Say what things you have. بگید که چه چیزایی توی اون محل دارید خب خیلی کلمات رو ما در انتهای کتاب بررسی کردیم و خوندیم Is your desk or room neat or messy? آیا اتاق شما نیت تمیز و مرتب یا مسی به هم ریخته و آشفته است مثال هم زده براتون این my بگ پس به این صورت شروع می کنیم مثلا این my بگ آن my دسک یا این مای ستادی I have a change purse keys my phone الی آخر هر چیزی که وجود داره رو میگید و در پایان میگید I am a neat person یا I am a messy person اوکی okay. پس این قسمت قسمت پایانی رو میتونید توی تلگرام فایل صوتی برای من رکورد کنید برای من بفرستید تا اگر اشکالی وجود داره توی تلفظتون توی جمله سازیتون من رو براتون زد کنم و آدرس تلگرام من هم که میدونید همین سعید گنج انگلیش هستش اگه سرچ کنید میتونید پیداش کنید امیدوارم که این درس بتونه بهتون کمک کنه و مطالبی که گفته شد براتون مفید باشه خیلی مراقب خودتون باشید تا درس بعدی خدا نگهدارتون شاد باشید